هر عبادتی، نه فقط بحث دعا باشه، هر عبادتی رو که ما بخوایم انجام بدیم آداب و شرایط خودش رو داره. شما حج انشالله بخواید مشرف بشید، باید یه سلسله مسائل مخصوص حج را انجام بدید. آداب حج، آداب نماز، آداب روزه، آداب دعا، که منهای اون آداب و شرایط اثر خودش رو نخواهد نشان داد. بنابراین وقتی ما بحث از آداب و شرایط دعا میکنیم، باید بدونیم که اینا اثر بخشی دعا رو چکار میکنه؟ به شدت زیادتر میکنه. قطعا اثر بسزایی در خودسازی و بهسازی خود انسان هم داره. به عنوان مثال عرض میکنم، تصمیم بر ترک گناه. ببینید، ما میگیم اگر کسی میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه از طریق دعا، اول باید تصمیم بگیره دیگه گناه نکنه، نه گناهان رو فعلا ترک بکنه، نه، تصمیم بر ترک مطلق گناه. دوم، صاف بودن قلب و صاف نمودن خلق. سوم، غذایی که میخوره و کسب حلال، امر به معروف و نهی از منکر کردن، پذیرفتن کسی که به عنوان رهبر عادل و شایسته از جانب خدا معین شده.